طرح سیانت از فضای مجازی که محدودیت بسیاری را بر کاربران ایرانی اینترنت تحمیل می‌کند با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده. در واکنش به این انتقادها کمیسیون مشترک دولت و مجلس طرح جدیدی را به عنوان تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی منتشر کرد که قرار است به جای طرح قبلی مطرح شود. برای گفتگو همراه هستیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، طرح جدید به غیر از تغییر اسم چه تفاوت‌هایی با طرح قبلی داره؟ خب خیلی زرنگی کردن، بعضی کلمات رو هم تغییر دادن، معادلش رو گذاشتن. مثلا شما توجه کنید که در شلاق زدن شکنجه محسوب میشه، در قانون اساسی شکنجه ممنوعه، ولی بعد اینا گفتن تعذیر مثلا درست قانونیه که همون شلاق زدن هست. حالا در این مورد هم در واقع همون کار کردن، یعنی توسل به بازی های کلامی و تغییر دادن اسامی. شما همونطور که گفتید اون سیانت از فضای مجازی با مخالفت گسترده روبرو شد. طبق خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی بیش از 1 میلیون آدم نامه نوشتن در اعتراض به این طرح به رئیس مجلس و بعد اتحادیه کسب و کارهای مجازی که حداقل 3000 کسب و کار ثبت شده داره اعتراض کرد، تا جایی که کار به جایی رسید که مرکز پژوهش‌های مجلس خودش اعلام کرد که این طرح غیر کارشناسی هستش و مغایر با قانون اساسی. حالا آمدن به اصطلاح درستش بکنن، این طرح جدید رو ارائه دادن، ولی اون مؤلفه‌های کلیدی که در طرح قبلی بود و اعتراض ها رو سبب شد همچنان باقی مونده. مثلا در این طرح هم استفاده از فیلتر شکن جرم محسوب میشه، یعنی اگر کسی فیلتر شکن به کار ببره تا بتونه مثلا به اینترنت جهانی دسترسی پیدا بکنه جرم محسوب میشه و وزارت ارتباطات فناوری هم باید مدام طبق این طرح به طور مستمر فیلتر شکن ها رو شناسایی بکنه. حالا جالب این هستش که میدونیم که اغلب مقامات جمهوری اسلامی در توییتر و غیر حضور دارن و اینا از فیلتر شکن استفاده میکنن. یا در طرح کنونی هم مثل طرح قبلی در واقع کاربران اینترنت باید هویتشون مشخص بشه برای شبکه‌هایی که خدمات میدن و بعد اینا رو باید ضبط بکنن، نگهداری بکنن و وقتی که نهادهای قضایی از اونها میخوان سوابق و اسم واقعی کاربر رو ارائه بدن باید بهش ارائه بدن. میدونیم که در این صورت در واقع یک نظارت دائمی پلیس بر اینترنت خواهد بود. مهمتر از همه اون به اصطلاح کارگروه گذرگاه مرزی هستش که باز مثل طرح قبلی امنیتی به این مسئله نگاه کرده شده و فقط به جز وزیر ارتباطات و فناوری نهادهای نظامی و امنیتی در این عضویت دارن، مثل سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه. و همینطور اگر نگاه بکنید بقیه موارد هم نیز همون هاست که اعتراض برن، یک منتابا کلمات تاز. آقای سرکوهی، شما اشاره کردین که بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی مسئولان از توییتر استفاده میکنن که فیلتر هست در داخل. جالب این که اعلام شده این طرح که در اون بر محدودیت پیام رسانهای داخلی تاکید شده از طریق واتساپ برای تعدادی از نمایندگان ارسال شده که خودش در ایران قراره که محدودیت براش ایجاد بشه. حالا تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل و محدود کردن دسترسی ایرانیان به شبکه جهانی اینترنت به نظرتون چه هدفهایی رو دنبال میکنه؟ خب ببینید، جمهوری اسلامی بر اساس سانسور بنا شده، یعنی اینکه مانع گردش آزاد اطلاعات بشه، اخبار بشه و همچنین افکار گوناگون به اصطلاح آزادانه در جامعه گردش پیدا نکنه. حالا این در زمانی که اینترنت نبود ممکن بود، روزنامه ها رو میبستن، نمیدونم روزنامه نویسان رو زندانی میکردن، کتاب رو سانسور میکردن و و و و. اما بعد از اینترنت و به خصوص اکنون که دیگه شبکه اینترنت جهانی شده و اصلا بسیار مشاغل در خود ایران به این شبکه وابسته هستند و بعد همونطور که اشاره کردیم مقامات جمهوری اسلامی ایران همشون در این شبکه ها حضور دارن، در یک چنین شرایطی که دیگه اینترنت یک به اصطلاح چیزی شده مثل غذا خوردن، همه به اون باید دسترسی داشته باشن، جمهوری اسلامی میخواد این شبکه رو سانسور بکنه. یک چالشی وجود داره بین تلاش جمهوری اسلامی برای سانسور و انقلاب ارتباطات که به سانسور تن نمیده. در این چالش مدام در واقع اینا حالا متوسل با نگاه امنیتی و نگاه پلیسی میخوان بر اینترنت مراقبت بکنن، اما توان اجراش هم ندارن، یعنی اون توانمندی تکنولوژی که برای که بتونن این طرح رو اجرا کنن هم ندارن. در نتیجه یک وضعیت مخشوشی به وجود خواهد آمد که نه جمهوری اسلامی به هدفش میرسه، یعنی سانسور، و نه به هم، اما کاربران هم مدام با مشکلات گوناگونی مواجه خواهند شد. بسیار سپاسگزار آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید. منم از شما متشکرم.